خوش آمدید جناب. داغ مرگ همسرت دل همه ما را سوزاند انوار. ما هم چون تو در عزای مرگ این بانوی بزرگ افسرده و پریشانیم و وقتی به درون خود می نگریم خود را اینگونه می یابیم که انگار یکی از نزدیکترین اعضای خانواده را از دست دادیم. درست است؟ بعد همگان روشن است جناب حاکم. ممنون. قدم رنجه فرمودید. بفرمایید. همان کیمیاگر خراسان است. جابر ابن حیان؟ آری، همان است که از خراسان گریخته. از بزرگان علوی است و با عنوان دوستی دیرینه دارد. همون که بر سر جنازه همسر عنوان نماز گذارده؟ آری سربر. خدای را سپاس که دانشمندی حاضر شده و زحمت قرائت نماز میت را از رو دوش ما برداشته. آنچه انجام دادم وظیفه مسلمانی بود. فرصت کردید سری هم به سرای ما بزنید جابر ابن حیان. چشم، انشاءالله اگر فرصتی شد خدمت میرسیم. مرگ سرنوشتیست برای ابنای بشر. هر کس پای در این خاک نهاد یک روز میبایست از این دنیا برود، اما مرگ عزیزان نباید در آمال زندگی خدشه وارد کند. به زندگی خیش بیندیش، صبر پیشه کن. مادرم یگانه بود، در مهربانی و صبوری و گشاده دستی و پرهیزگاری. آری، همه صفات او را شنیده بودیم. اکنون که در میان ما نیست، نوبت توست که جای خالی مادر را پر کنی. همچون اون مادری مهربان و صبور باش، پایدار باش و به این بیندیش که رخت عزا از تن بکنی و رخت زندگانی، شوهرداری و مادری بتن کنی. شایسته نیست یگان دختر عنوان بیش از این تنها بماند. او باید سر بر بالین جفتی همشأن و صاحب مقام بگذارد. حاکم بصره نیست برای گفتن روحش شاد. او زنی بود مناسب و در شأن عنوان، زنی بود بزرگ شایسته، خدایش بیامرزد. Thank you.
کودتایی که به مصر آمده کلاس درس تشکیل داده، جوانان شهر را گرد هم آورده، از کیمیاگری میگوید و به مردم طب و فلسفه و کلام میآموزد. کیمیاگری چندان حرفه ناپسندی هم نیست، اگر درست به کار گرفته شود میتواند برای ما هم مفید باشد. از او دعوت به عمل بیاورید، به سرای ما بیاید، با ایشان صحبت کنید، شاید حرفش موجب رونق کاروبار ما هم شد. کیمیاگریش به کنار، او از فلسفه میگوید. میدانید یعنی چه؟ یعنی کف. او گفتار فلاسفه یونان را به عربی برگردانده، به گونه‌ای برای مردم نقل میکند که گویی جز آن سخنی به درستی گفته نشده. او میگوید با فلسفه میتوان به توحید، عدل، قیامت، ایمان پیدا کرد. کفری از این بالاتر وجود دارد؟ بگذارید هر چه میخواهد کفریات و فلسفه سر هم ببافد، جوانان را به دور خود جمع بکند و با این مهملات سرشان را گرم کند. ها؟ چه می شود؟ مگر زیانی هم برای ما دارد؟ اتفاقا خوب است، مردم سرشان به حرفهای قلمبه سلمبه و پرتم تراق مشغول می شود و حساب خراجی که ما از آنها می گیریم از دستشان در می رود. از کجا معلوم؟ شاید بدین گونه مردم به ما اعتماد بیشتری بکنن و پیروی زیادتری از ما داشته باشند که با آنان با زبان ساده صحبت میکنیم. سرورم، در تمام شهر شایع شده که جابر به رایگان تبابت میکند. مردم از جای جای شهر به سوی او میشتابند و او با کلام سحرآمیزش همه را مسحور میکند. سرورم، هنوز چیزی نشده، مردم شیفته او شدند. در تمام کوچه و بازار از اون سخن میگویند و مهارت تبابتش را تحسین میکنند. اگر او باطن خیش بر مردم عیان کند و آنان را به سوی علویان دعوت کند، ممکن است بسیاری از مردم با او همراه شوند. میدانید این یعنی چه؟ هنوز پایه‌های خلافت به درستی میان مردم استوار نشده است. این مرد می تواند با افکار خطرناکش مردم را علیه خلافت بشوراند. اگر چنین شود، منصور دوانیقی پدر همه ما را در می آورد. شاید بتوانیم از او بهره برداری بکنیم، مگر نه این که شما می گویید مردم به دو احترام می گذارند و دوستش دارند. ها؟ خب می توانیم بدینجا دعوتش بکنیم و از او بهره برداری بکنیم. مرام او مرام علویان است، سنخیتی با ما ندارد که در جمع ما حاضر شود. یافتم، درهم و دینار، این فصل مشترک سلایق و علایق اکثر آدمیان است. او را بدینجا بیاورید و انقدر بذل و بخشش کنید تا آلوده بخشش شما بشود. چطور است؟ اگر او بنای همکاری با حکومت را داشت، در خراسان این کار را میکرد. جرم او در خراسان ناسازگاری با حکومت و ترویج اندیشه های جعفر ابن محمد بوده است. او نمیتواند یک شب عقایدش را تغییر دهد و با ما سر یک سفره بنشیند. پیروان جعفر ابن محمد هیچ وجه اشتراکی با ما ندارند. همانی که گفتیم، من زبان این جماعت را خیلی خوب میدانم. عبید، سربرم، همین فردا صبح به منزل انوان برو و جابر را با احترام به دینجا بیاورم. اطاعت سر. خداوند انسان را خلیفه خود در روی زمین و عالم اسخر قرار داده تا نمونه کاملی باشد از عالم اکبر یا همان جهان هستی، و حکمت را هم واسطه میان این دو عالم قرار داده تا موجب شناخت حقیقت گردد. حقیقت برای کسانی که دارای فکر
اندیشه و تعقل هستند چون نور روز روشن است. همان گونه که شناخت خداوند روشن و واضح است چون ذات خداوند نور مطلق است، نوری که هیچ ظلمتی در برابر آن وجود ندارد. همان گونه که مولایم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در دعایی که به کمیل می آموزد می فرماید روشنی هر چیزی در پرتو نور ذات خداست. ولایت اهل بیت پیامبر نیز همانند همان نور است که هیچ کس نمی تواند در برابر درخشندگی آن مانع ایجاد کند. اگر پرده جهل و نادانی مردم کنار رود و تعقل و آگاهی جای آن را بگیرد، دیگر هیچ حکومت تاریکی نمیتواند در برابر این ولایت قرار گیرد. حکیم، ببخشید من الان برمیگردم. خسته نباشید. سلامت باشی. اینا به گمانم مشکلی پیش آمده. چه مشکلی؟ از طرف حاکم بصره به دنبالت آمدند. حاکم بصره؟ برای چه؟ میخواهد تو را ببیند. مرا ببیند؟ که چه بشود؟ نمیدانم. چه میکنی؟ میروی یا نه؟ نمیخواهم درد سر تازهی درست شود. آنها را دست به سر کن. بگو کلاس درسم که تمام شد خود به دیدار حاکم می‌روم. بسیار خوب. آمدی جابر. سلام بر حاکم بصره. گمانم حاکم بزرگ بصره لیاقتش بیش از یک سلام خشک و خالی باشد. سلام بهترین کلمه است که یک مسلمان هنگام دیدار مسلمان دیگری میتواند بگوید. علیک سلام جابر ابن حیام. ما همیشه گفتیم لیاقت دانشمندان بزرگی چون تو بیش از سرای محقر ما حاکمان است. بر ما منت گذاشتی که به دیدار ما آمدی. بیا بیا برویم بنشینیم. دانشمندان همیشه روی سر ما جا دارند. جابر ابن حیام بنشین. خوش آمدی. شنیدم خدا را شکر روزگار آرامی را در بصره می گذرانی و شاگردان بسیاری را به دور خود جمع نموده ای. درست است؟ من به آرامش قبل از طوفان خو گرفتم. چه طوفانی؟ نکند خدای نکرده اسباب مزاحمت برای شما فراهم نمودن ها؟ آهای سامی، مگر نگفته بودیم تا زمانی که جابر منت بر خاک بصره گذاشته اسباب آرامش او را فراهم کنید؟ همینطور است سرورم. هیچ احدی حق مزاحمت برای کلاس ایشان را ندارد. دیدید؟ حاکم بزرگ بصره هر طوفانی را که بخواهد آرامش دوستانش را برهم زند در نطفه خفه می کند. از حاکم مقتدری چون ایشان هر کاری بر می آید. الحق که هر کلمه ای از زبانت جاری می شود را باید با طلا نوشت. به دنبالم فرستاده بودید خدمت رسیدم. بفرمایید با این حقیر چه فرمایشی دارید؟ حق با توست.
میخواستیم بگوییم دانشمندی چون شما نباید بیهوده وقت خود را تلف کند و از این شهر با اون شهر آواره باشد. باید در یک جای اقامت کند و با خیال آسوده به کارهای علمی خود بپردازد. دیدید جابر ابن حیان، برخلاف تصورتان ما حاکمانم دارای شعور هستیم. مگر من چیزی خلاف این گفتم؟ نه، برای همین است که میگویم تو دانشمند بزرگی هستی. بیا جلو و من خوب میدانم که چرا از خراسان گریخته ای و الان خلیفه در پی توست. میدانی؟ میخواهی مرا به خلیفه تحویل دهی؟ بصره شهر آرامی است. مردم این دیار سال هاست که زیر سایه حکومت حاکم مدبری چون ما روزگار میگذرانند. من نمیخواهم آرامش این شهر برهم بخورد و میدان تاخت و تاز سربازان خلیفه شود و روزگار مردمان به خاطر حمایت از دانشمندی چون تو سیاه شود. از طرفی هم نمیخواهم با ببند کشیدن تو مردم را بر علیه خودم بشورانم. میبینی جابر، حضورت در بصره ما را در چه مخمصه‌ای گرفتار کرده. میگویی چه کنیم؟ کاری را بکن که رضایت خداوند در آن باشد. برای همینم فرستادیم دنبال شما که دوستانه اینجا با هم شور کنیم. بخورید. بفرمایید. ممنون. ما میتوانیم دوستان خوبی با هم باشیم و اگر این دوستی ادامه پیدا کند من میتوانم نزد خلیفه وساطت شما را بکنم و شما میتوانید با خیال آسوده تا هر وقت که بخواهید در بصره بمانید و به کیمیاگری خود بپردازید. چطور است ها؟ در عوض شما از من چه میخواهید؟ علمت را مثل همه مردم این شهر. اگر طالب علم من بودید باید به کلاس درسم می آمدید مثل همه مردم این شهر. اگر بپذیرید خوب خواهیم آمد. به فرض که پذیرفتم چه باید بکنم؟ هیچ. علم کیمیاگری تو به کمک خزانه ما می آید. در عوض ما هم هر آنچه که بخواهی در اختیارت خواهیم گذاشت. چطور است؟ معامله خوبی است؟ ها؟ به فرض که من کیمیای خود را در اختیار شما قرار دادم اون وقت شما از من... خوشم آمد، اهل معامله ای. به شما گفته بودم مرامش با مرام ما یکیست. دیدید؟ هرچه مورد نیاز دانشمند والا مقامی چون تو باشد را در اختیارت میگذارم و تو میتوانی تا هر وقت که بخواهی در بصره با خیال آسوده زندگی کنی. دستور میدهم آزمایشگاهی مجهز به وسایل کیمیاگری برایت فراهم کنند تا تو با خیالی آسوده به مطالعاتت بپردازی و نیز دستور خواهیم داد بزرگترین کتابخانه بلاد مسلمین را در این شهر برای تو برپا کنند و درونش انباشته باشد از کتابهای بزرگترین دانشمندان نقاط جهان. چطور است؟ خوب است؟ ولی همه اینها در مقابل کیمیاگری من. میدانم میدانم. دستور خواهیم داد بهترین خانه بصره را در اختیارت بگذارند تا در آنجا سکونت کنی و ماهیانه سهم قابل توجهی از بیت المال را در اختیارت بگذارند. خوب است؟ در مقابل سکه های نقره ای که تبدیل به طلا خواهد شد چیزی نیست. پر محصول ترین نخلستان بصره را در اختیارت میگذارم و کاروانی از 100 شتر را به تو واگذار میکنم. چطور است؟ بازم کم است؟ معلوم است اهل معامله نیستی حاکم. مقامی شایسته در دربار را هم به شما واگذار میکنیم تا دستی در حکومت داشته باشید. چطور است دیگر؟ دیگران بیشتر میدهند. نکند قصد غارت خزانه و دربار و زندگی ما را به کل داری ها؟ نه حاکم، جابر کوچکتر از آن است که بتواند حاکم بزرگ بصره را غارت کند. اما پیشنهاد حاکم بصره نیز آنقدر بزرگ نیست که بتواند جابر را بخرد. منظور چیست؟
شرطی دارم. چه شرطی؟ هر شرطی باشد میپذیرم. آرامش زندگی من در گروه آرامش زندگی مردم است. اگر توانستید به عدالت حکومت کنید و بیت المال را عادلانه بین مردم تقسیم کنید و هیچ حقی را ناحق نکنید و آنگونه حکومت کنید که مولایم علی ابن ابی طالب می‌فرماید، در این صورت من در خدمت شما خواهم بود. می‌توانید در مورد شرط من خوب فکر کنید. اگر به نتیجه رسیدید مرا آگاه کنید. خداحافظ. خدا نگهدار جناب. نگفتم این علویون مرامی جز حماقت ندارند؟ از اول هم به قصد تحقیر شما قدم به اینجا گذاشته بود. تحقیر ما؟ نمیدانیم دیگر با او چه کنیم. چرا زبان در کام گرفته ای جناب قاضی؟ بگو ببینیم با این مردک دانشمند چه باید بکنیم؟ باید بهانه‌ای برایش بتراشیم. چه بهانه‌ای؟ بهانه‌ای که بدون آن که آرامش شهر به هم بخورد او را از میان برداریم. حضرت حاکم، به گمانم کاسه دیگر زیر نیم کاسه جابر باشد. درست سخن بگو ببینیم چه میگوی ام فارس. با زلفا که سخن میگفتم احساس کردم خانی دلش آشیانه مهری تازه شده. چرا سربسته سخن میگویی پیرزن؟ دل زلفا به محبت قرص شده بود.
به گمانم جابر ابن حیان. پس شما اونجا چه کار میکردید؟ لابد مثل همیشه بساط غیبت به پا بود ها؟ هزار سکه از من گرفته ای که کار را تمام بکنی. دل عاشق را که نمیتوان با سکه طلا خریداری کرد حضرت حاکم. قرار بود شما کار را یکسره بکنید. او داغدار است، در یک مجلس نمیشود هم خواستگاری کرد هم تسلیت مرگ مادر را گفت. اما خیالتان آسوده باشد، من دانه را پاشیدم. کافی سید زیبارو هوس کند و بخواهد یک دانه را از زمین برچیند، آنگاه همه چیز تمام است. اینها چیز که میگویی؟ ما از دانه و صیاد و سید و اینجور چیزها چیزی نمیفهمیم. قرار بود کار را یکسره بکنی، برو و کارت را تمام کن، نه یا اینجا دوباره قصه و مهملات سرهم کن. فهمیدی؟ به چشم ازت حاکم. ام فارس، نباید بگذاری جابر در دل زرفات جای پایی پیدا کند. فهمیدی؟ خاطرتان آسوده باشد حضرت حاکم. تنها جابر نیست. تو دیگر چه میگویی سامی؟ سرورم، از رقیب دیگر غافل ماندی، زبیر. زبیر؟ آن راهزن دیگر چه میگوید؟ هیچ. در این مدت که زلفا داغدار است همچون پروانه گرد وجود او میچرخد. میدانستیم، پس اشتباه فکر نکرده بودیم. سرورم، من اطمینان دارم که خواب و خیال‌های زیادی در سر دارد. آری، از نگاه آتشینش میشد فهمید در دلش چه میگذرد. سامی؟ بله سرورم. برو و برای این مردک راهزن چاره‌ای بیندیش. برو. خدایش بیامرزد، در صبوری یگانه، در مهربانی بی همتا، در همدلی بی بدیل و در پایداری چون کوه استوار بود. همه ی عمرش را به پای من گذاشت و هرگز تقاضایی از من نداشت. حال تو وارث آن همه صفات پسندیده ای. ای کاش آفتاب عمرم اونقدر بر بام زندگی بماند تا بتوانم مادریت را ببینم. از اینکه جافای مادرت گذاشته ای آسوده گردم، اما افسوس که نمیدانم خداوند مصلحت را در چه دیده که هنوز هم شأن و هم رتبه یگان دخترم یافت نشده است. حال چه وقت این حرف هاست پدر؟ ما هنوز داغدار هستیم. آری، ولی مادرت یک عمر شرافتمندانه زیست و با سر بلندی راهی دیار باقی شد. تو هنوز در ابتدای زندگی هستی، اکنون باید در اندیشه تو باشم. باید از داشتن شوی همتراز برایت مطمئن شوم. باید آشیانه ای ایمن برایت بیاورم. این تکلیفی است که خداوند بر دوشم نهاده دخترم. شما هم که حرفای ام فارس ندیمه حاکم را میزنید پدر، نکند حرفایتان را با هم به نتیجه رساندید؟ ندیمه حاکم؟ منظورت را نمیفهمم. در این مدت دستبردار هم نبودم. پندارتان باطل است پدر. من حتی از دیدن حاکم بصره متنفرم، چه برسد به این که... لعنت بر او. چه میگویی دخترم؟ معلوم است که باید از او متنفر باشیم. اما منظور من... منظورتان هرچه هست بماند برای بد پدر. هنوز چند روز بیشتر از مرگ مادرم نگذشته. راستش را بخواهی چیزی در دلم است که گمان میکنم به ثواب نزدیک است.
شاید این همون چیزیست که خدا خواسته. چه پدر؟ در دانش و فضیلت و مهربانی بی نظیر است. نمیدانم آنچه که در اندیشه من غوطه ور است پسند تو نیز هست. زانوی غم بغل کردی؟ باشو باشو یه فکری بکن دیگه. چه فکری؟ اگه کاروانی پیدا میکنیم که امید داریم تو خورجیناشون چند تا سکه هست ولشون میکنیم، اگه به خونه ای میزنیم که میتونیم دست پر خارج بشیم سرزنش میکنیم، دیگه چه فکری؟ ببینم چاره تو این نیست که جوون مرگو بریزی تو کوزه آب و سر بکشی، چاره تو این نیست که بعد بدبختی چاره زور بگی. عنوان نه بدبخت بود نه بیچاره نه ناتوان. حرف از عنوان نزن، اونو استثنا کن. حالا مگه فکری داری دهنتو واکن تا خاکسترشو به باد بدم. فکر؟ تو این سر من پر از فکره، پر از نقش هست. یه نقشه ای دارم که نظیر نداره، اما نه تو جرعتشو نداری. تو جرعت و جسارت من شک داری امر؟ بسیار خوب میگم، اما نه 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 این از توان تو خارجه. تو تمام بصره نه کسی جلودار منه نه جایی دور از دسترس من. حالا هم دهنتو واکن، اگه توفهی توش باشه امونش نمیدم. اونقدر هست که برای همه عمر ما کافیه. ولی نه ولش کن ولش کن، میریم سراغ یه نقشه دیگه. این از توان منو تو خارجه. چی میگی امر؟ تو اینقدر منو ضعیف فرض کردی که حتی از گفتن فکرت پرهیز میکنی؟ خیلی خوب ببینید خودش میخواد. میگم اما یالا جون بکن. خزانه حاکم. خزانه حاکم؟ گنده تر از هیکلت فکر میکنی امر؟ خیلی خوبه. خیلی خوبه. تو که انقدر فکر میکنی نفهمیدی که دسترسی به خزانه حاکم راحت بود؟ خودم تا حالا صد بار رفته بودم سراغش. ها درسته درسته، اما نقشه منم بی‌نظیره. دیوانه شدی امر؟ جون حاکم به خزانش بسته است، واسه همینم سربازا اونجا دو برابر جای دیگه است. دیدید جا زدی زبیر، جا زدی. خیلی خوب، برای این که بهت ثابت کنم باشه قبول میریم، ولی به شرطی که نقشت بیعیب و نقص باشه. باشه قبول. حالا گوش کن تا نقشه ما برات بگم. این قصر حاکمه. خب